بالاخره حقیقت تایتانیک فاش شد. بالاخره دانشمندان موفق به کشف حقایق پیرامون کشتی تایتانیک شدند. کشتی تایتانیک در ساعت 11 شب 14 آوریل 1912 با فاجعه ای روبرو شد که 3 ساعت بعد به غرق شدن کامل این کشتی ختم شد. عمق فاجعه به قدری بود که باعث شد این کشتی غول‌پیکر تا ساعت 2 بامداد به صورت کامل در آب‌های سرد آتلانتیک محو بشه. طی این حادثه 1500 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این عدد دو برابر تعداد اشخاصی است که در زمان وقوع حادثه روی عرشه بودن. همیشه به ما گفته شده که این حادثه به خاطر برخورد با کوه یخ اتفاق افتاده، اما کشفیات اخیر دانشمندان این تئوری رو زیر سوال میبره. تو این ویدیو با حقایقی مواجه میشید که به مدت بیش از 100 سال از چشم همگان پنهان بوده. تایتانیک با 882 فوت طول، 92 فوت عرض، 115 فوت ارتفاع و 42.328 تن وزن غیر قابل تخریب به نظر می رسید و به قدری بزرگ بود که مسافران به سادگی راهشون رو گم می کردن و حتی خدمه به 2 هفته وقت احتیاج داشتن تا مسیرهای رفت آمد خودشون رو یاد بگیرن و توی کشتی گم نشن. تایتانیک 4 دودکش بسیار بزرگ داشت که هر کدوم 81 فوت ارتفاع داشتند. وجود چنین دودکش هایی برای دور نگه داشتن مسافران و خدمه از بیش از 100 تن دود شدیداً لازم بود. ساخت تایتانیک 7.5 میلیون دلار هزینه برد که اگه الان این مبلغ رو با توجه به تورم به نرخ روز حساب کنیم چیزی در حدود 166 میلیون دلار میشه. جالبه بدونید که این رقم از هزینه ساخت فیلم تایتانیک در سال 1997 که 200 میلیون دلار شد کمتره. شرکت کشتی سازی هارلم و ولف از 3000 نفر نیروی انسانی برای ساخت این کشتی استفاده کرد و با اینکه این نیروها از 6 صبح شروع به کار میکردن 26 ماه طول کشید تا کار ساخت کشتی تموم بشه. در طول ساخت تایتانیک 8 نفر کشته و 246 نفر زخمی شدن. خب احتمالاً با دونستن این اطلاعات با خودتون میگین چطور ممکنه که یک کشتی غول‌پیکر با طراحی این چنین پیچیده فقط به خاطر یک کوه یخی غرق بشه؟ حقم داریم. کشفیات جدید حاکی از این هستن که دلیل غرق شدن تایتانیک یک تیکه یخ نبوده، بلکه آتش بوده. روزنامه نگار معروف سنامی مولونی بیش از 30 سال بر روی دلیل غرق شدن تایتانیک مطالعه کرد و برای اولین بار یه سوراخ سیاه به طول 30 فوت رو در بخش جلوی پوسته کشتی کشف کرد. این روزنامه نگار به تعداد زیادی از تصاویر کشتی که تا به حال منتشر نشده بودن دسترسی پیدا کرده بود و متوجه شد که پیش از به آب انداختن کشتی در همون بخش آتش سوزی رخ داده و 3 هفته هم طول کشیده. این مدت آتش سوزی زمان خوبی برای ضعیف شدن آهن بدن این کشتیه و اگه این آتش سوزی نبود هیچ وقت یک کوه یخ ساده نمیتونست بدن این کشتی رو سوراخ کنه. اسناد کشف شده نشون میده که مدیران پروژه از این موضوع خبر داشتن، اما از اونجا که تبلیغات زیادی روی این کشتی انجام شده بود و همه بلیط ها به فروش رفته بود، اگه سفر رو کنسل میکردن متحمل ضرر هنگفتی میشدن که به ورشکستگیشون منتهی میشد. به همین خاطر با وجود اینکه از این مشکل خبر داشتن باز تن به سفر دادن. از اونجا که بخش سوخته کشتی زیر آب بود، مسافران و خدمه هنگام سوار شدن به کشتی اون لکه سیاه رو روی بدنه نمی دیدن. به همین دلیل سفر بی هیچ مشکلی شروع شد.
محیط درون کشتی از هتل ریتز 5 ستاره لندن الهام گرفته شده بود و با نقاشی ها و مجسمه ها تزئین شده بود و امکاناتی همچون استخر، حمام ترکی، باشگاه بدنسازی، زمین تنیس و سالن زیبایی برای مسافرین درجه یک فراهم می کرد. مسافرین درجه یک به روزنامه ها و مجلات روز دسترسی داشتند و حتی برای سگ‌هاشون هم امکانات ویژه‌ای در نظر گرفته شده بود، به طوری که اشخاصی از اونها مراقبت می‌کردند و بهشون غذا می‌دادند و حتی می‌تونستن با صلاح دید صاحب حیوانات اونها رو تحت تعلیم هم قرار بدن. جالبه بدونید که توی تایتانیک 1500 بطری شراب و 20000 بطری آبجو و 8000 نخ سیگار وجود داشت، اما هیچ دوربینی تعبیه نشده بود. چرا به این نکته اشاره کردیم؟ چون اون زمان خبری از سیستم‌های سونار نبود و بهترین راه برای شناسایی خطرها دیدبانی بود و بهترین وسیله برای دیدبانی دوربینه. در اصل دوربین‌ها در انباری بودند که کلیدش فقط در دست افسر جانشین کشتی، یعنی آقای دیوید بلیر بود که در آخرین لحظات پیش از حرکت کشتی با شخص دیگری جایگزین شد. آقای بلیر برای پیاده شدن از کشتی به قدری عجله داشت که فراموش کرد کلید انبار رو به جایگزینش بده. همین فراموشی ساده باعث شد 3 روز بعد تایتانیک به کوه یخ برخورد کنه و فاجعه رخ بده. اگه دیدبان‌های تایتانیک دوربین داشتن، میتونستن کوه یخ رو زودتر ببینن و زمان کافی برای جلوگیری از برخورد داشته باشن تا اون اتفاق شوم رخ نده. با تمام این اوصاف، اگر تایتانیک با سرعت غیر مجاز حرکت نمی‌کرد، باز هم امکان پیشگیری از چنین حادثه‌ای وجود داشت. این کشتی غول‌پیکر از زمان بندی عقب بود و به همین خاطر ناخدا و صاحبان کشتی تصمیم گرفتن با سرعت بیشتری به مسیر ادامه بدن و متاسفانه تایتانیک برای حرکت با چنین سرعتی طراحی نشده بود. یکی دیگه از مشکلات موجود در روند ساخت کشتی و این سفر کمبود قایق‌های نجات بود. تایتانیک با اون تعداد مسافر دست کم به 60 قایق نجات نیاز داشت، اما طراح ارشد کشتی این تعداد رو به 48 عدد کاهش داده بود و حتی در پایان پروژه این تعداد کمتر هم شده بود و در نهایت تایتانیک فقط با 20 قایق نجات راهی سفر شد. این تعداد قایق نجات فقط برای 1/3 مسافران کشتی کافی بود. متاسفانه بر اساس قوانین اون زمان تعداد قایق‌های نجات نه بر اساس تعداد مسافران که بر اساس توناژ کشتی مشخص می‌شد و همین امر در هنگام وقوع حادثه مشکل ساز شد و جون خیلی ها رو گرفت. از طرف دیگه ناخدا مانور آموزشی استفاده از قایق‌های نجات رو برخلاف گزارش‌های کشتی‌های دیگه مبنی بر وجود یخ در آب کنسل کرد. هیچ کس از دلیل این کار خبر نداره، اما این تصمیم باعث شد آماده سازی قایق‌های نجات در زمان نیاز به جای 10 دقیقه 1.5 ساعت طول بکشه. خیلی ها تصمیمات کاپیتان رو مسئول کشته شدن بسیار از افراد میدونن، چون در ابتدای عملیات نجات که مسافرین داشتن سوار قایق‌ها میشدن، قایق‌ها با ظرفیت کامل پر نشدن و به جای حرکت با 67 نفر فقط 27 نفر رو سوار کردن. البته علت این تصمیم بیش از این که به تصمیمات کاپیتان ربط داشته باشه به اهمال کاری مسافران مربوط می شد که خطر رو جدی نمی گرفتن. گفتنش خالی از لطف نیست که کاپیتان کشتی یک بار در امتحانات ورود به این حرفه رد شده بود. یکی دیگه از دلایل غرق شدن تایتانیک میتونه این باشه که کشتی کالیفرنیا که در اون نزدیکی بود، با وجود دیدن علامت‌های تایتانیک مبنی بر نیاز کمک، این علامت‌ها رو نادیده گرفت و به کمک این کشتی نرفت. اگرچه کاپیتان این کشتی چند وقت بعد به خاطر این اقدام از کار برکنار شد، اما تحقیقات جدید نشون میدن که اون بیگناه بوده. به هر حال تمام این اتفاقات و تصمیمات اشتباه دست در دست هم دادن و این فاجعه رو رقم زدن.
فاجعه‌ای که باعث شد صدها تن جون خودشون رو از دست بدن و دانشمندان تا امروز درگیر یافتن دلایل غرق شدن این کشتی باشن. ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از دیدنش لذت بردین، لایکش کنین و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنین.